سلام، وقتتان بخیر. به چینل آی پلاس خوش آمدید. اشرف غنی خائن یا سیاستمدار و خدمتگزار؟ در این بخش به زندگی نامه و کارهایی که او انجام داده پرداختیم. لطفاً تا پایان ویدیو با ما همراه باشید و اگر کدام نظری داشتین در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بگذارین. اشرف غنی احمدزی از پشتونهای غلزایی و از قبیله احمدزی است. وی در سال 1328 در ولایت لوگر به دنیا آمد. پدرش شاه پسند نام داشت و بنا به گزارشات در جوانی کارمند یک کمپانی حمل و نقل در کابل بود. اشرف غنی احمدزی تحصیلات ابتدایی خود در ولایت لوگر سپری کرد. برای تحصیلات دانشگاهی به لبنان رفت و در دانشگاه آمریکایی بیروت در رشته علوم سیاسی سند کارشناسی ارشد خود را کسب کرد. او هنگام تحصیل در لبنان با رولا همسر آیندهش آشنا شد و با این دختر لبنانی عیسایی ازدواج کرد. احمدزی در سال 1353 خورشیدی برای تدریس در رشته مردم شناسی به افغانستان بازگشت و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل مشغول به آموزگاری شد. در سال 1356 پس از کسب بورسیه تحصیلی برای ادامه تحصیلات خود به دانشگاه کلمبیا در نیویورک رفت و مدرک ماستری یا کارشناسی ارشد دوم خود را در رشته روابط بین الملل از همین دانشگاه کسب کرد. پس از یک سال در پی قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق در افغانستان، بسیاری از اعضای خانواده او به زندان افتادند. غنی در آمریکا ماندگار شد و مدرک دکترای خود در رشته انسانشناسی فرهنگی از دانشگاه کلمبیا دریافت کرد. اشرف غنی پس از فارغ التحصیلی برای آموزگاری در دانشگاه بروکلی کالیفرنیا دعوت شد و از سال 1983 تا 1991 آموزگار دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا هم بود و در این دوره به طور معمول به عنوان کارشناس در برنامه‌های بخش فارسی و پشتوی رادیو بی بی سی حضور پیدا می‌کرد. همچنین او از سال 1991 به عنوان مردمشناس راهنما به کار در بانک جهانی پرداخت. اشرف غنی پس از حمله 11 سپتامبر در سال 2001 کار خود در بانک جهانی رها کرده و به همکاری با شبکه‌های خبری و روزنامه‌های مختلف پرداخت. او در دسامبر 2001 به افغانستان بازگشت و در سال 2002 به عنوان مشاور ارشد حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، وزیر مالیه افغانستان و رئیس اداره هماهنگ کننده کمک‌های بین‌المللی به افغانستان برگزیده شد. و اصلاحات گسترده ای از جمله صدور ارز جدید، رایانه‌سازی عملیات خزانه‌داری، استقرار حساب خزانه‌داری واحد، متمرکز ساختن درآمد، اصلاح تعرفه و تعمیرات اساسی گمرکات را انجام داد. ریشه‌کنی فقر از طریق ایجاد ثروت و ایجاد حقوق شهروندی بزرگترین برنامه‌های توسعه‌ای اشرف غنی به شمار می‌رفت. در هفته ثور سال 1388 خورشیدی، اشرف غنی با عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کاندید شد و از افغانستانی‌های مقیم خارج درخواست کرد که کارزار انتخاباتی وی را حمایت کنند. در نهایت با کسب 3% آرا، اشرف غنی پس از حامد کرزی، عبدالله عبدالله و رمضان بشردوست در رتبه چهارم قرار گرفت. او برای بار دوم در سال 1393 خورشیدی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد. در این انتخابات عبدالرشید دوستم رهبر ازبک‌های افغانستان به عنوان معاون اول و سرور دانش که از قوم هزاره بود به عنوان معاون دوم انتخاب شد. بر اساس نتایج شمارش آرا، اشرف غنی با کسب 37.6% آرا پس از عبدالله عبدالله در رتبه دوم قرار داشت و با عبدالله عبدالله در دور دوم انتخابات رقابت کرد. اشرف غنی در دور دوم انتخابات در رقابت با عبدالله عبدالله توانست 56.44% آرای مردم افغانستان را به خود اختصاص دهد. عبدالله عبدالله مخالف به نتیجه انتخابات، خواهان بازشماری دوباره کل آرا شد. در شمارش مجدد آرا مشخص شد که حمایت کنندگان اشرف غنی احمدزی در بعضی ولایات مانند پکتیکا به نفع وی بیشتر از نفوس آنجا تغلب نمودند. این امر سبب شد عبدالله عبدالله کمیسیون مستقل انتخابات را به طور رسمی رد کرد و دست به اعتراضات مدنی زد، ولی در نهایت کمیسیون مستقل انتخابات به حرف خود پافشاری کرده و آقای اشرف غنی احمدزی را برنده انتخابات اعلام نمود. در همین حین آقای عبدالله عبدالله تصمیم گرفت که حکومت خود را اعلام کند. با این اختلافات پیش آمده، جان کری وزیر خارجه آمریکا برای حلش به افغانستان سفر کرد.
در نهایت آنها تصمیم گرفتند با ایجاد حکومت وحدت ملی، اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تعیین گردد. اشرف غنی در زمان حکومت خود روابطش را با کشورهای همسایه و آسیای میانه مانند ازبکستان تقویت کرد و برای افزایش تجارت‌های دو جانبه توافقنامه‌های تجاری زیادی منعقد نمود. همچنین توافقنامه استفاده از بندر چابهار ایران که امکان تجارت افغانستان با هند را بدون نیازمندی به خاک پاکستان را هم فراهم کرد. احداث بند کمال خان در جنوب افغانستان در سال 2021، انتقال خط لوله گاز، انتقال برق آبی از آسیای میانه به افغانستان در زمان رئیس جمهور صورت گرفت. از آغاز روند صلح افغانستان در سال 1397، دولت همواره خواستار محوریت افغانستانی ها در مذاکرات با طالبان و حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته بوده است. او در آن زمان تصمیم گرفت که 5000 زندانی گروه طالبان را آزاد کند. به طور کلی اشرف غنی مخالف حضور مجدد رهبران پیشین مجاهدین در عرصه سیاست افغانستان بود. وی در دو دوره ریاست خود قدرت تمام رهبران سیاسی غیر پشتون را به چالش کشید. محمد کریم خلیلی و محمد محقق که از قوم هزاره هستند، از سمتهایشان به عنوان رئیس شورای عالی صلح و معاون دوم عبدالله عبدالله برکنار شدند. حتی محمد نور هم از قوم تاجیک است که در گذشته والی بلخ بود و از مقامش برکنار شد. همچنین برای کاهش قدرت عبدالرشید دوستم ازبک، ابتدا وی را در کمین طالبان قرار داد و سپس با قضیه احمد ایشچی وی را بدنام نمود. اشرف غنی در این کار بسیار موذیانه عمل کرد و بیشتر وزیران و نظامیان و سیاستمداران اقوام غیر پشتون را خلع سلاح یا برکنار کرد. در نهایت در پی حمله نیروهای طالبان به شهرهای مهم و تسلیم شدن پی در پی شهرهای افغانستان، محمد اشرف غنی در 15 آگوست 2021 افغانستان را ترک کرد. در ابتدا گفته می شد که کشور مقصد او تاجیکستان است، ولی در نهایت مشخص شد که به صورت رسمی به امارات رفته. از ابتدا تا آخر حکومت اشرف غنی، او خدمات زیادی به قوم پشتون و مخصوصا طالبان داشته. حتی یک عضو طالبان به نام خلیل رحمان حقانی در مصاحبه با کانال جیوی پاکستان گفته که طالبان اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را عفو کرده و از آنها می خواهند که در صورت تمایل به کشور بازگردند.